دنیای فیزیک خیلی اسرار رو میزه. یکی از این اسرار حل نشده اینه که نظریه نسبیت اینشتین با مکانیک کوانتوم یه جاهایی همخونی نداره. با این حال هر دوی نظریات درست هستن و درستیشون بارها به اثبات رسیده. پس چرا این دوتا نظریه با هم همخونی ندارن؟ جواب این سوال سخته و هنوز کسی نتونسته جوابی براش پیدا کنه. اما یه نظریه به نام نظریه ریسمان تونسته این دوتا رو به هم پیوند بده و به خوبی توضیح بده، هرچند که خودش به پیچیدگی‌های قضیه اضافه کرده. امروز میخوام نظریه ریسمان رو به ساده ترین زبون ممکن توضیح بدم. جهان ما از ماده تشکیل شده. اگه به ماده دقیق تر نگاه کنیم، میبینیم که از ذرات ریزتر تشکیل شده. این ذرات ریز به دسته های مختلفی تقسیم بندی میشن. الکترون ها، کوارک ها و نوترینو ها. ذرات در جهان حرکت میکنن و با استفاده از ذرات دیگه‌ای با هم ارتباط برقرار میکنن. مثلا نیروی الکترومغناطیس موقعی ایجاد میشه که بین ذرات فوتون رد و بدل بشه. ما تونستیم همه این ذرات رو توی یه نظریه به نام مدل استاندارد طبقه بندی کنیم. مدل استاندارد یه جدول هست مثل جدول مندلیوف که توش به جای عناصر طبیعت انواع مختلف ذرات طبقه بندی شدن. این مدل در حال حاضر بهترین و دقیق ترین توضیحیه که ما از جهان ذرات زیراتمی در دست داریم. این جدول به دو دسته اصلی تقسیم میشه. فرمیون ها که در کل همون ماده هایی هستن که ما همه روزه باشون سر و کار داریم و بوزون ها که در کل نمایانگر نیروهایی مثل نیروی الکترومغناطیس هستن. با نگاه اول آدم ممکنه فکر کنه این نظریه کامل هست و همه چیز رو توی جهان توضیح میده. اما متاسفانه یه نیرویی هست که این مدل نمیتونه توضیح بده. نیروی گرانش یا همون جاذبه. نظریه نسبیت عام گرانش رو در ابعاد بزرگ توضیح میده. طبق این نظریه اجسامی که جرم دارن موجب خم شدن فضا زمان میشن و به همین دلیل اجسام دیگر رو به سمت خودشون جذب میکنن. توی مدل استاندارد ما همه نیروها رو به ذرات مشخصی تقسیم بندی کردیم و به همین دلیل انتظار داریم که نیروی گرانش یا همون خم شدن فضا زمان هم به دلیل وجود یه سری ذرات ریز در ابعاد کوانتوم ایجاد بشه. اسم این ذرات کوانتومی که موجب خم شدن فضا زمان میشن گراویتون هست. اما وقتی میایم و سعی میکنیم این ذره گراویتون رو توی جدول مدل استانداردمون قرار بدیم، محاسبات به هم میریزه و جواب بعضی از معادلات به بی‌نهایت ختم میشه. وقتی جواب یه فرمول به جای یه عدد ثابت بی‌نهایت میشه، یعنی فرمول احتمالاً اشکال داره و به رفع اشکال نیاز داره. بنابراین ما نمیتونیم گرانش رو توی ابعاد کوانتومی توضیح بدیم. الان بیشتر از نیم قرن هست که فیزیکدان‌ها برای حل این مسئله دست به دامن نظریه‌های جدید شدن. توی این ویدیو در مورد یکی از این نظریات که جواب خوبی برای مسئله‌مون داره توضیح میدم. نظریه ریسمان. ایده اولیه نظریه ساده هست. توی مدل استاندارد ذرات یه سری نقطه تعریف میشن که خیلی کوچک و بدون بعد هستن. اما این ذرات انواع مختلف و ویژگی‌های متفاوتی دارن که باعث میشه ما ذرات گوناگونی داشته باشیم. با این حال طبق نظریه ریسمان اگه به هر کدوم از این ذرات با دقت نگاه کنیم متوجه میشیم که از ریسمان‌های کوچیکی تشکیل شدن. این ریسمان‌ها رو میتونید مثل تناب یا نخ در نظر بگیرید که بعضی وقتا به هم گره خوردن و یه حلقه بسته رو تشکیل میدن
و بعضی وقتا هم سر و تهشون باز هست. ویژگی این ریسمان ها این هست که مثل کش تنش دارن و میتونن مثل سیم گیتار مرتعش بشن. همینطور ریسمان ها میتونن دقیقا مثل سیم گیتار به حالتهای مختلفی به ارتعاش در بیان. حالتهای مختلف ارتعاش سیم گیتار موجب میشه ما نوت‌های موسیقی متفاوتی داشته باشیم که همه از یک سیم ایجاد میشن. ریسمان ها هم دقیقا همچین خاصیتی دارن. اونا میتونن یه موج داشته باشن، دو تا، سه تا و همینطور الی آخر. هر مدل ارتعاش موجب به وجود اومدن نوع خاصی از ذره میشه. یعنی الکترون ریسمان هایی داره که ارتعاششون با ارتعاش ریسمان های فوتون که یه ذره دیگه است فرق داره. به همین دلیل یه سری از ذره ها خواص فوتون رو دارن و یه سری دیگه خواص گراویتون رو. به این ترتیب ما تونستیم با استفاده از نظریه ریسمان توضیح بدیم انواع مختلف ذرات چطوری به وجود میان. از همه مهمتر این که تونستیم ویژگی های ذره گراویتون رو توضیح بدیم. این ذره در ابعاد کوانتوم موجب به وجود اومدن جاذبه میشه. متاسفانه اینجا مدل نظریه ریسمان به سه مشکل اساسی برخورد میکنه. مشکل اول اینه که ریسمان ها فقط در مورد بوزون ها تئوری پردازی میکنه، مثل فوتون یا گراویتون. اما توی جهان ما یه دسته دیگه از ذرات هم وجود دارن، فرمیون ها که شامل الکترون ها میشه. اما مدل ما در حال حاضر توضیحی برای فرمیون ها نداره. مشکل دوم، بر اساس نظریه یه ذره این وسط هست به نام تاکیون. جرم این ذره یه عدد موهومی هست، رادیکال منفی 1. این یه عدد غیر طبیعی هست که باید از شرش خلاص شد. و مسئله سوم این که فضا زمان ما ظاهراً 4 بُعد داره، 3 بُعد فضا و 1 بُعد زمان. اما به نظر میرسه نظریه ریسمان فقط توی جهانی به درستی کار میکنه که 26 بُعد داشته باشه. اینجا به نظر میرسه نظریه قادر به توضیح درست جهان ما نیست. برای حل این مشکلا باید نظریه رو یکم بیشتر بازش کنیم. برای حل این مسئله که نظریه نمیتونه فرمیون ها رو توضیح بده، یه ایده اینه که به ریسمان ها چیزی اضافه کنیم به نام اسپینور. اسپینور یه ویژگی ریاضی هست که توی مدل استاندارد برای توضیح دادن فرمیون ها ازش استفاده میشه. با اضافه کردن اسپینور به ریسمان دوتا مشکل اول حل میشه. یعنی هم میتونیم وجود فرمیون ها رو توضیح بدیم و هم نیازی به ذره فرضی تاکیون نخواهیم داشت. این نظریه کامل شده به نام نظریه ابر ریسمان یا سوپر استرینگ تیوری شناخته میشه. در واقع حالا که ما اسپینورها رو به ریسمان اضافه کردیم، نظریه به همون میگه بین فرمیون‌ها و بوزون‌ها یه تقارن وجود داره. این یعنی تعداد فرمیون‌ها و تعداد بوزون‌ها همیشه برابر خواهد بود. به این ایده میگن ابر تقارن یا سوپر سیمتری. خب، مشکل سوم چی؟ قبل از اینکه ما از مفهوم ابر تقارن استفاده کنیم، فرمولای نظریه‌مون نیاز به 26 تا بُعد داشت. اما وقتی ابر تقارن رو میاریم تو کار، دیگه به 26 تا بُعد احتیاجی نیست و قضیه با 10 تا بُعد حل میشه. اما این متاسفانه هنوز حل نشده. جهان ما انگار 4 بُعد بیشتر نداره و نظریه ریسمان نمیتونه جهان ما رو به درستی توضیح بده. اما تا اینجا نظریه خیلی از مسائل رو خوب توضیح داده بود. آیا باید همین جوری به خاطر این مشکل رهاش کنیم؟ آیا ممکنه جهان ما 6 تا بُعد دیگه هم داشته باشه که ما نمیتونیم ببینیمشون؟ یه احتمال اینه که جهان ما یه قطعه 3 بُعدی از یه ابر جهان 9 بُعدی باشه. این ایده رو
افراد زیادی نظریه پردازی کردن و به این نوع نظریه ها میگن کیهانشناسی غشایی. یه احتمال دیگه اینه که اون شش بعد دیگه که ما نمیتونیم ببینیمشون خیلی ریز هستن و روی هم سوار شدن. برای فهم بهتر ابعاد ریز، فرض کنید یه مورچه داره روی شاخه درخت حرکت میکنه. مورچه میتونه روی شاخه جلو و عقب بره و دور شاخه بگرده. اما اگه ما از مورچه و شاخه فاصله بگیریم، دیگه اون حرکت دورانی مورچه به دور شاخه رو نمیبینیم، بلکه فقط حرکت مورچه روی شاخه به جلو و عقب رو میتونیم مشاهده کنیم. میشه گفت مسئله ابعاد توی نظریه ریسمان هم ممکنه همچین حالتی داشته باشه. جهان ما ممکنه 9 بعد فضا داشته باشه که 6 تاشون توسط ما قابل رؤیت نیستن. اما آیا این ابعاد واقعا وجود دارن؟ آیا ما میتونیم یه روز اونا رو مشاهده کنیم؟ همین موضوع ابعاد غیر قابل مشاهده نتایج خیلی جالبی دارن. مثلا این 6 تا بعد منجر میشه که ما بتونیم انواع مختلفی از موج‌های لرزشی داشته باشیم. به دلیل انواع مختلف موجی که این ریسمان ها میتونن ایجاد کنن، ما باید قاعدتاً جدول بزرگتری از ذرات داشته باشیم. اگه ما در نظر بگیریم که هر ذره حداقل 6 بعد لرزشی داره، نه تنها با انواع جدیدی از ذره که نمیشناسیم مواجه میشیم، بلکه به این نتیجه میرسیم که خود جهان هم میتونه در این 6 بعد باشه و بعدهای خاصیش روی بعدهای دیگه افتاده باشه. نظریه ریسمان هنوز بر پایه وقایعی که ما بتونیم اندازه‌گیریشون بکنیم استوار نیست، چون ریسمان‌ها به طرز غیرقابل تصوری ریز هستن. نظریه ریسمان تنها یه تلاش هست که به ما کمک کنه بتونیم به یه نظریه کلی‌تر و مقبول‌تر از جهان برسیم. اما با این حال این نظریه انواع گوناگونی داره. نظریه ریسمان به ما توضیح میده چطور جاذبه رو در ابعاد کوانتوم تعریف کنیم و در مورد مطالعه سیاه‌چاله‌ها خیلی کمکمون میکنه. این نظریه به ما مدل‌های ریاضی جدیدی ارائه داده که از طریق اونا بهتر میتونیم مدل استاندارد رو بفهمیم. نظریه ریسمان همچنین برای ماده تاریک هم توضیح خوبی داره. کار روی این نظریه همچنان با قدرت ادامه داره. اون قسمت‌های نظریه ریسمان که تا الان بهتر از بقیه جاش فهمیده شدن، تنها با استفاده از نظریه ابرتقارن قابل توضیحه. و بر اساس این نظریه، ذرات بسیاری وجود دارن که ما هنوز قادر به دیدن و آشکار کردن اونا نیستیم. اون نظریه خم شدن ابعاد روی هم که قبلا گفتم هم همچنان کامل نیست و خیلی جاهاش به خوبی درک نشده. همونطور که گفتم، حداقل 5 نوع مختلف از نظریه ریسمان وجود داره که 5 جهان متفاوت رو نشون میده. اگه ما بتونیم نشون بدیم که این 5 نظریه ریسمان همه از یه نظریه واحد به وجود اومدن و جهان ما در واقع 11 بود داره، شاید اون موقع بتونیم جهان رو بهتر بفهمیم. این نظریه واحد به M تئوری یا تئوری M معروف است. آیا ما میتونیم به زودی بفهمیم این تئوری M چه شکلیه؟ امیدوارم. اما این کار در حال حاضر خیلی کند پیش میره. اگه از این ویدیو خوشتون اومده، اونو برای دوستاتونم بفرستید. مرسی از منبع عظیم انرژیتون و اینکه اونو به اشتراک میذارین.